روتاری، یونیورسال، اسفریکال لوبس یا RUSL ها نوع جدیدی از سامانهای دوار با جابجایی مثبت خواهند بود که می توانند به عنوان کمپرسور، پمپ و موتور احتراق داخلی کاربرد داشته باشند. بعد از توضیح روابط هندسی در جفت لوب ها، هر یک از این لوب ها را به طور جداگانه نمایش می دهیم. این سامانه های دوار شامل دو لوب دندالدار می باشند که هر یک با طراحی خاصی از یک حجم کروی بیرون کشیده می شوند. این دو لوب به صورت متقابل و با زاویه منحصر به فردی با هم درگیر می شوند. طراحی به گونه ایست که دو لوب به هنگام تداخل دندانه های متقابل با هم مماس بوده و بین دندانه های مماس فضاهای خالی به وجود می آید. توسط روابط هندسی بین لوب ها و روابط مدول ها در چرخ‌دنده های ساده نتایج مفیدی به دست می آید که در طراحی بهینه لوب ها مؤثر است. اکنون به معرفی لوب ها در قالب یک کمپرسور می پردازیم. برای مقایسه فلو و نسبت تراکم مدل های کمپرسور نسبت به یکدیگر، اندازه مرجع هر لوب را 1 متر در نظر گرفته ایم. RUSL های 2 و 3 دندانه ای با 2000 واحد کاهش فضایی محصور بین دندانه ها. RUSL های 4 و 5 دندانه ای با 2500 واحد کاهش فضای محصور بین دندانه ها. RUSL های 5 و 6 دندانه ای با 2400 واحد کاهش فضای محصور بین دندانه ها. RUSL های 9 و 10 دندانه ای با 216 واحد کاهش فضای محصور بین دندانه ها. RUSL های 15 و 16 دندانه ای با 117 واحد کاهش فضای محصور بین دندانه ها. RUSL های 24 و 25 دندانه ای با 114 واحد کاهش فضای محصور بین دندانه ها. RUSL های 40 و 41 دندانه ای با 105 واحد کاهش فضای محصور بین دندانه ها. RUSL های 50 و 51 دندانه ای با 85 واحد کاهش فضای محصور بین دندانه ها. RUSL های 64 و 65 دندانه ای با 40 واحد کاهش فضای محصور بین دندانه ها. RUSL های 79 و 80 دندانه ای با 36 واحد کاهش فضای محصور بین دندانه ها. تمامی لوب های معرفی شده قابلیت طراحی به عنوان سامانه جابجایی مثبت سیارات را دارند، ولی برای مدل های 2, 3, 4, 5, 5, 6 و 9, 10 دندانه ای ممکن است جهت جلوگیری از سایش دندانه های لوب ها به یکدیگر به سیستم های مستقل کننده حرکتی مانند تایمینگ گیر و یا روان کننده نیاز داشته باشند. ولی در بین RUSL های معرفی شده، RUSL های 15, 16, 24, 25, 40, 41, 50, 51, 64, 65 و 79, 80 دارای این قابلیت هستند که برای هر نوع سیال بدون مجهز شدن به سیستم های مستقل کننده حرکتی لوب دیگر را به راحتی بگردانند. در ادامه به عنوان نمونه عملکرد لوب 15-16 دندانه ای و کمپرسور مربوطه را شرح می دهید. RUSL های 15 و 16 دندانه ای با 117 واحد کاهش فضای محصور بین دندانه ها. دندانه های لوب ها در هنگام گذر از ناحیه مرگ بالایی روی یکدیگر می غلطند و از هم عبور میکنند. البته این پدیده در پیچ پایید اتفاق میفتد و به صورت سینوسی نزدیک شدن و دور شدن از این نقطه سایش وجود دارد، ولی میزان سایش بسیار ناچیز است
مثلا دامنه سایش برای دوپای 15 16 و 24 25 دندانه ای و با قطر مبنای 1 متر به ترتیب 400 و 16000 میلی متر می باشد. این ویژگی باعث می گردد که سایر دندانه های متقابل در عین مواظب بودن نیرویی بر همواره نکنند. اگر این مجموعه را در درون یک محفظه مناسب قرار دهیم، فضاهای خالی با سطح داخلی محفظه تشکیل یک حجم بسته را می دهند. با دوران لوپ ها هر حجم بسته از حد اکثر به حد اقل و بالعکس به طور پیوسته تغییر می کند و در اثنای دوران زایل نمی شود. به عبارت دیگر مجموعه فضاهای خالی و دندانه ها تشکیل سیلندر و پیستون های دواری می دهند که قابلیت جابجایی مثبت سیارات را دارند. با تعبیه دهانه های مکش و رانش می توانیم از این سامانه ها به عنوان کمپرسور، پمپ و حتی موتور احتراق داخلی استفاده کنیم. برای این سامانه های دوار مزیت هایی وجود دارد که عبارتند از مرکز جرم و مرکز حجم هر لوب بر روی محور دورانشان قرار دارد و در هنگام دوران تغییر مکان نمی دهند. کانون لوب ها بر هم منطبقند و در مرکز دوران قرار دارند و در هنگام دوران تغییر مکان نمی دهند. تغییرات حجم فضاهای محصور بین دندانهای لوب ها و کیسینگ ها روند منظم، یک نواق و پیوسته ای دارند. التش دندانه های متقابل در گذر از ناحیه مرگ بالایی استکاک را در بین سایر دندانه های مماس حذف می کند. اشغال فضای کمتر نسبت به سامان های پیستونی همظرفیت. تصور کنید که همین لوپ های 15-16 دندانه ای با قطر مبنای 1000 میلیمتر ساخته شوند. در این صورت حجم هر سلول در دهانه مکش 5.4 دهامیت خواهد بود که در مقایسه با یک سامانه پیستونی 16 سیلندری با حجم هر سیلندر 5.4 دهامیت فضای کمتری را اشغال می کند. با همین فرضیات اگر سرعت شافت ورودی 3000 دور بر دقیقه باشد، حدود 15000 نورمال متر مکعب بر ساعت سیال جا به جا خواهد شد. البته این قابلیت را هم در نظر داشته باشیم که برای این سامانه ها امکان افزایش قابل ملاحظه دور شافت نیز وجود دارد. این سامانه ها کاهش حجم بیشتری برای حجم های متغیر نسبت به سامانه های موجود ایجاد می کنند. مثلا این نوع معرفی شده دارای نسبت کاهش حجم 117 به 1 می باشد. سایش و استهلاک کمتر به خاطر غلطیدن دندانهای متقابل در هنگام گذر از ناحیه مبنی بالای روی یکدیگر. این ویژگی در کمپرسورهایی که فشار تولیدی بستگی به سرعت دوران ندارد، مانند کمپرسورهای پیستونی، تیپه‌ای، اسکرو و اسکرول وجود ندارد. در این نوع طراحی کاهش دمای سیال و در نتیجه کاهش دمای لوبها و سایر اجزای سامانه مستقیماً و در حین افزایش فشار و انتقال سیال صورت می‌گیرد. در این صورت یک فرایند پلیتروپیک نزدیک به ایزوترم خواهیم داشت که دیگر نیازی به مراحل مختلف خنک‌سازی نیست. این قابلیت برای انواع موجود وجود ندارد. به واسطه این مزیت است که این سامانه ها می توانند اختلاف فشار سیار را متناسب با نسبت تراکم حجمی سلول ها با توجه به خواص ترمودینامیکی و میزان توان مصرفی افزایش دهند. البته این قابلیت ها شدیداً بستگی به کیفیت ساخت و مونتاژ قطعات دارند. در سامانه های RUSL چون دهانه رانش درست بعد از ناحیه DDC تا قبل از ناحیه TDC گسترش داده شده است، مانند یک کمپرسور پمپ عمل نموده و برای جابجایی سیالات دو فازی غیر قابل پیش بینی مناسب است. یک موتور احتراق داخلی
با iOS 24-25 دندانه ای. توانمند و کامیاب باشید.